سلام بر شما، خوش آمدین به این بخش خبری. با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز. اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است مجلس شورای اسلامی در نخستین جلسه‌اش پس از تعطیلات یک طرح دو فوریتی را برای کمک به مردم غزه ارائه می‌دهد. آقای کوثری با اشاره به امکانات محدود دفاعی و تسلیحاتی ملت فلسطین تصریح کرد اگرچه مقاومت فلسطین با تعدادی موشک موفق شده است چندین شهر صهیونیست نشین را هدف قرار دهد، اما آنها در برابر انواع موشک‌ها، بمب‌افکن‌ها و بالگردهای رژیم اسرائیل چندان مجهز نیستند. این در حالی است که علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، حمایت دولت روحانی از غزه را تنها کمک به مجروحان و ارسال تجهیزات پزشکی به این منطقه اعلام کرد. حماس و اسرائیل از امروز به مدت 3 روز توافق کردند آتش‌بس کنند. بیشتر شورای امنیت سازمان ملل خواستار برقراری آتش‌بس در غزه شده بود. نوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اسرائیل و حماس را به جنایت جنگی متهم کرد. حماس و اسرائیل توافق کردند که حملات علیه یکدیگر را به مدت 72 ساعت متوقف کنند. آنطور که سازمان ملل متحد و آمریکا میگویند این آتش‌بس جدید قرار است از امروز جمعه آغاز شود. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه مشترک ضمن اعلام موافقت طرفین درگیر با این آتش‌بس جدید گفتند ما از هر دو طرف خواسته ایم که تا هنگام آغاز آتش‌بس خویشتنداری کنند و از زمان آغاز آن تمامی مفاد آن را رعایت کنند تا فرصتی برای ارائه خدمات ضروری به غیر نظامیان فراهم شود. این آتش‌بس جدید از ساعت 8 صبح امروز جمعه به وقت محلی در غزه آغاز و دست کم به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت. ساعتی قبل از این پذیرش خبرگزاری اسکای نیوز در خبری گفت که سازمان ملل متحد خواستار برقراری فوری آتش‌بس برای توقف حملات اسرائیل علیه غزه شد. شورای امنیت گفته است باید فوراً یک آتش بس بشر دوستانه و بدون قید و شرط در غزه برقرار شود تا شرایط برای کمک فوری به غیر نظامیان فراهم شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد دوشنبه گذشته نیز در نشستی خواستار برقراری فوری آتش بس در نوار غزه شده بود که با بی‌توجهی دو طرف درگیر مواجه شده بود. در رویدادی دیگر ناوی پیلای در آخرین نشست خبریش پیش از پایان دوره 6 ساله ماموریتش به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت حمله اسرائیل به مدارس سازمان ملل متحد در نوار غزه یک جنایت جنگی است. در مدارس سازمان ملل متحد بیش از 150 هزار فلسطینی که در اثر حمله ارتش اسرائیل به نوار غزه آواره شده اند پناه گرفتند. پیش از این تانک های اسرائیلی مکانهایی در محله جبلیا از جمله یکی از مدارس سازمان ملل را هدف قرار داده بود. در این حملات حداقل 43 کشته و عده‌ای نیز زخمی شدند. 15 تن از کشته شدگان در مدرسه سازمان ملل متحد پناه گرفته بودند. در حمله ارتش اسرائیل به مدرسه سازمان ملل در جبلیا حداقل 50 نفر زخمی شدند. ناوی پیلای به حماس هم اشاره کرد و گفت چنانچه حماس از مدارس سازمان ملل برای انبار کردن مهمات و پنهان کردن موشکهایش استفاده کرده باشد، این عمل هم مصداق جنایت جنگی است. به گفته پیلای، اما با این حال اسرائیل حق ندارد به این بهانه کنوانسیون ژنو را زیر پا بگذارد. ناوی پیلای در نشست خبری 31 ژوئیه که در پرتو جنگ غزه قرار گرفته بود به طرفین این جنگ هشدار داد که گمان نکنند پس از پایان جنگ از مسئولیت قضایی برخوردارند. وی در ادامه افزود با از کار افتادن تنها نیروگاه برق غزه مردم غزه فقط 2 ساعت در روز برق دارند و به همین دلیل با تخریب این نیروگاه حق درمان و حق تغذیه غذا و آب و سرپناه از آنان سلب شده بود. در حمله ارتش اسرائیل تنها نیروگاه برق غزه آتش گرفت، 30% برق غزه را از این نیروگاه تامین می‌کرد
و باقی برق مورد نیاز از اسرائیل وارد می شد. اما در اثر حملات ارتش اسرائیل تیرها و کابلهای برق آسیب دیدند و برق رسانی در غزه کاملا مختل شده است. مردم غزه آب را با پمپ‌های از شاه استخراج می کنند. با نبود برق آب رسانی در غزه هم مختل شده است. در رویداد دیگر هم نیروی هوایی اسرائیل در یکی از آخرین حملات خود مسجد عمر بن الخطاب را در نزدیکی یکی دیگر از مدارس تحت مدیریت سازمان ملل متحد در شهر شمالی بیت لاهیا در شمال غزه مورد هدف قرار داد و آسیب زیادی به آن وارد کرد. رسانه‌های اسرائیل گفته بودند از کنار این مسجد و مدرسه به سوی اسرائیل راکت اندازی شده بود. اشرف القدره سخنگوی خدمات اضطراری غزه از زخمی شدن 15 نفر در حمله به این مسجد خبر داد. نیرو هوایی اسرائیل همچنین بار دیگر ساختمان شبکه الاقصا را که ناشر افکار حماس است همراه با مقرهای حماس در محله رزوان هدف قرار داد. در تحول دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در چهارمین نشست ویژه برای بررسی عملیات نظامی در ستاد ارتش گفته بود کشورش سوگند خورده که تونل‌های مرگ حماس را منهدم کند. نتانیاهو در نشست کابینه در وزارت دفاع افزود هیچ راهکاری که مانع از تکمیل ماموریت‌های ارتش باشد از نظر او پذیرفتنی نیست. موشه یالون وزیر دفاع اسرائیل نیز انهدام تونل‌های حفر شده از سوی شبه نظامیان فلسطینی در نقاط همجوار غزه با خاک اسرائیل را اصلی ترین هدف از عملیات نظامی کشورش در غزه نامیده است. ارتش اسرائیل گفته است اکثر 32 تونلی را که تا کنون کشف کرده تخریب کرده است. کشف ابعاد و طول این تونل‌ها در میان اسرائیلی‌ها وحشت زیادی ایجاد کرده است. ارتش اسرائیل از بامداد 9 مرداد با 16,000 نفر دیگر از نیروهای ذخیره شمار نظامیان دوره احتیاط را که در یک ماه اخیر به خدمت فراخوانده به 86,000 تن افزایش داد. سخنگوی ارتش اسرائیل گفته بود فراخوان نیروهای تازه نفس احتیاط برای ادامه عملیات ضروری است. در همین حال رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در حمله دیگری علیه اسرائیل این کشور را به تکرار رفتارهای هیتلر، نسل کشی و پاکسازی قومی متهم کرد. آقای اردوغان در روزهای گذشته نشان افتخاری را که 10 سال پیش از یک سازمان یهودیان آمریکا دریافت کرده بود، پس داد. نخست وزیر ترکیه خطاب به یهودیان آمریکا گفت اگر شما از این جنایت و آدم کشی و کارهای هیتلری و کشتار کودکان دفاع می کنید، این نشان نصیب خودتان. آقای اردوغان گفت ترکیه در طول تاریخ در هر دوره‌ای که یهودیان در خطر بوده و از کشورهای زادگاهشان رانده شدند، از قرن 15 در اسپانیا گرفته تا دوران اخیر در کنار آنها ایستاد. اما اسرائیل با کارهای خود روی هیتلر را سفید کرده و فاشیسم هیتلری را تکرار می کند. گفتنی است روز گذشته شمار تلفات در طرف فلسطینی به مرز 1400 نفر و تعداد مجروحین آنها از 8000 تن فراتر رفت. در طرف اسرائیلی شمار کشته‌های نظامی به 56 تن و تلفات غیر نظامی 2 نفر همراه با 1 کارگر تایلندی بودند. حملات راکتی پنجشنبه از طرف حماس به اسرائیل هم 1 زخمی شدید در شهر کریات آتا بر جای گذاشت. اما راکت اندازی‌های دیگر این روز بدون آسیب بود. اسرائیل می‌گوید در 1 ماه اخیر بیش از 2600 راکت به سمت این کشور پرتاب شده است. رئیس فراکسیون زنان مجلس بر محرمسازی مدارس دولتی تاکید کرد و گفت مدیران باید خیرین مدرسه ساز را به سمت ساخت چنین مدارسی سوق دهند تا نقیصه کمبود چنین مدارسی برطرف شود. فاطمه رهبر با انتقاد از برخی مدارس دولتی گفته تفکیک جنسیتی به رشد فکری کارکنان کمک می کند. زهرا سجادی یک مسئول سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت زنان در دفاع مقدس نیز گفته
طرح تفکیک جنسیتی در ادارات به رشد فکری کارمندان کمک می‌کند. به اضافه کرده در شرکت‌های خصوصی و دولتی به دلیل تداخل جنسیتی برخی مسائل به وجود می‌آید که می‌تواند به طلاق و فروپاشی خانواده‌ها منجر شود. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی در واکنش به سخنان معاون وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده در مذاکرات هسته‌ای هنوز هیچ توافقی در زمینه موضوعات مورد مذاکره به دست نیامده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی گفت حصول هر گونه توافق درباره عراق و یا فردو تکذیب می‌شود و اصولاً هنوز هیچ توافقی در هیچ یک از موضوعات مورد مذاکره از جمله درباره این دو سایت به دست نیامده و اختلافات همچنان باقی است. آقای عراقچی اضافه کرد تنها ملاک برای جمهوری اسلامی نیازهای کشور بوده و در مذاکرات تنها بر اساس نیازهای کشور تصمیم گیری خواهد شد. واکنش معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در حالی صورت گرفته است که وندی شرمن در نشست پرسش و پاسخ کمیته روابط خارجی سنای آمریکا سخنی از توافق بر سر تأسیسات فردو و راکتور آب سنگین عراق به میان نیاورده بود. معاون وزیر امور خارجه آمریکا در این نشست که روز ششم مرداد برگزار شد خطاب به اعضای کمیته روابط خارجی سنا گفت می توانم به شما بگویم که ظرف 6 ماه گذشته پیشرفت‌های محسوسی داشتیم. ما به تبادل ایده‌ها پرداختیم. اختلافات بر سر مسائل کلیدی را کم کرده و حوزه‌هایی که نیازمند کار بیشتر هستند را مشخص کردیم. به عنوان مثال ما گفتگوهای سازنده‌ای داشتیم درباره اینکه چگونه باید خطرات تأسیساتی چون فردو و عراق را کاهش دهیم. وی تأکید کرده بود هیچ موضوعی نادیده گرفته نشده. درباره هیچ کدام از موارد هنوز به طور نهایی تصمیم گیری نشده است. هیچ توافقی صورت نگرفته تا زمانی که درباره همه موارد به تفاهم برسیم و همچنان بر سر ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم با ایران دچار اختلاف هستیم. شرمن و پیش از او مقامات غربی بارها تأکید کردند که تنها زمانی به توافق هسته‌ای تن خواهند داد که خواسته های آنها برآورده شود. مقامات جمهوری اسلامی نیز میگویند که برای توافق نهایی خطوط قرمزی دارند که باید رعایت شوند. آخرین بار محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با شبکه خبری CNN تصریح کرد که در صورت رسیدن به یک توافق خوب مجلس شورای اسلامی پروتکل الحاقی آژانس بین المللی انرژی اتمی را تصویب خواهد کرد. ظریف گفته بود چیزی که ما به آن نیاز داریم دستیابی به توافق در مورد عناصر مهم این پازل بزرگ است. بنابراین چیزی به یک توافق منجر خواهد شد که تمام اهداف ما را تضمین خواهد کرد. او همچنین اظهار داشته بود که ایران تمامی تلاش‌های خود را خواهد کرد تا به جامعه جهانی صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را ثابت کند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تأکید کرد که رسیدن به چنین هدفی با ابزارهای علمی کاملاً شدنی است و نیازی به خطوط قرمز مستبدانه و اعداد و ارقام دلخواه ندارد. همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با شبکه تلویزیونی العالم اظهارات مشابهی کرده و گفته بود اگر تفاهم کلی در زمینه هسته‌ای انجام شود و تمامی مسائل را حل کند موضوع پروتکل الحاقی قابل طرح در مجلس است. روزنامه‌های ایران این دو اظهار نظر را چراغ سبز ایران به غرب ارزیابی کرده بودند. امضای پروتکل الحاقی از موضوعات محوری در مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی با گروه 5 به علاوه 1 نبوده، اما پیوسته از سوی غرب بر آن تاکید شده است. در رویدادی دیگر هم علیرضا زاکانی نماینده مجلس از فعالیت پنهانی دولت حسن روحانی در تغییر ساختار برخی سایت‌های هسته‌ای خبر داد و از نیروهای امنیتی خواست مراقب این فعالیت‌ها باشند.
آقای زاکانی در صفحه گوگل پلاس خود نوشته چند ماهی است که تغییر ساختار در سایت فوردو و احداث ساخت و سازهای بی اساس سبب به مخاطره افتادن آینده این مرکز حیاتی شده است. وی افزوده ضروری است دستگاه‌های امنیتی کشور با تیزبینی تغییرات مربوطه را رصد نمایند تا آرزوی دشمن در داخل بدون هزینه به دست برخی از مسئولان سازمان انرژی اتمی محقق نشود. این نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در تخریب کلیه زیرساخت‌های فوردو افزوده که تعطیلی این سایت یکی از خطوط قرمز علی خامنه است. زاکانی در بخش دیگری از یادداشت خود از محمد جواد ظریف خواسته به اظهارات وندی شرمن مبنی بر توافق با ایران بر سر تعطیلی فوردو به صورت علنی پاسخ دهد. مهلت از پیش تعیین شده ایران و گروه 5+1 برای دستیابی به توافق نهایی به منظور پایان دادن به بحران 10 ساله هسته‌ای در تاریخ 20 ژوئیه مطابق با 29 تیر ماه بود. اما به دلیل حل نشدن اختلافات جدی و شکاف‌های اساسی طرفین توافق کردند که مذاکرات هسته‌ای به مدت 4 ماه دیگر تمدید شود. منابع آگاه عراقی در فهرست اتحاد ملی از افزایش شمار نامزدهای نخست وزیری به 7 نفر خبر دادند. بر اساس گزارش رسانه‌ها نوری مالکی همچنان یکی از گزینه‌ها برای این پست است. با این وجود اتحاد ملی هنوز درباره گزینه نوری مالکی به اجماع کامل نرسیده است. نوری مالکی، ابراهیم جعفری، احمد چلپی، عادل عبدالمهدی، حسین شهرستانی، خضیر خضائی و هادی عامری از جمله نامزدهای نخست وزیری اتحاد ملی به شمار می‌روند. بر اساس قانون انتخابات عراق، آخرین مهلت معرفی نخست وزیر عراق جمعه آینده است و فهرست اتحاد ملی تلاش دارد تا قبل از آن تاریخ نامزد نهایی خود را برای نخست وزیری معرفی کند. گروهی از اسلامگرایان تندروی لیبی کنترل شهر بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبی را در دست گرفتند. شورشیان اسلامگرا پایگاه‌های نظامی، تانک‌ها و مهمات موجود در پایگاه‌های نظامی را به تصرف خود درآوردند. خیابان‌های بنغازی روز پنجشنبه تقریباً خالی بود. در ترابلوس، پایتخت لیبی نیز زد و خورد شبه نظامیان برای به دست گرفتن کنترل فرودگاه بین‌المللی آن همچنان ادامه دارد. با افزایش ناآرامی‌ها در ترابلوس و بنغازی، برخی کشورها سفارتخانه‌های خود در لیبی را تعطیل کرده و تمامی کارکنانشان را از آن کشور خارج کردند. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در خارج از این کشور آغاز شد. در این مرحله از انتخابات بیش از 2,700,000 شهروند ترک مقیم دیگر کشورها برای نخستین بار پای صندوق‌های رأی می‌روند تا به صورت مستقیم رئیس جمهور خود را انتخاب کنند. میثاق بختیاری از ترکیه گزارش می‌دهد. رأی‌گیری از شهروندان ترکیه مقیم دیگر کشورها از روز پنجشنبه آغاز شده و به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت. شهروندان ترکیه مقیم 54 کشور در 103 حوزه رأی‌گیری تا روز 3 آگوست فرصت دارند با حضور در این مرکز رأی‌گیری به نامزد مورد نظر خود رأی بدهند. فرآیند رأی‌گیری از روز پنجشنبه و با دستور آقای عبدالله گل رئیس جمهور کنونی آغاز شده. این نخستین بار هستش که شهروندان ترکیه مقیم در دیگر کشورها میتونن در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنن و رئیس جمهور رو به صورت مستقیم انتخاب بکنن. پیشتر البته فرایند انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه به این صورت بود که بر اساس بند 104 قانون اساسی رئیس جمهور از سوی پارلمان انتخاب میشد. اما در فرآیند جدید انتخابات ریاست جمهوری ترکیه و اصلاحاتی که البته در قانون اساسی انجام گرفت، اکنون بالغ بر 2,790,000 شهروند ترک خارج از این کشور نیز میتونن همچون دیگر هموطنان داخل کشور خود در این انتخابات شرکت بکنن. بیشترین واجدین شرایط رأی‌دهی شهروندان ترک خارج از کشور در آلمان اقامت دارن و کمترین اونها هم در کشور تونس هستش. روند رأی‌دهی هم البته با گرفتن نوبت قبلی در این حوزه امکان پذیر هستش. در واقع واجدین شرایط رأی‌دهی در این 54 کشور می‌بایست با مراجعه به سایت شورای عالی انتخابات
ابتدا کشور و محل رایدهی خود رو مشخص بکنن، سپس روز و ساعت رایدهی. یک فرآیند منظمی است که به هر حال گرفتن وقت قبلی برای رایدهی الزامی هستش. اما همزمان با آغاز مرحله رأی‌گیری از شهروندان خارج از کشور، به قول معروف آرام آرام تنور انتخابات هم گرم‌تر شده و خب قوانین و شرایط فعالیت‌های انتخاباتی هم با محدودیت‌های همراه هستش، از جمله ممنوعیت‌ها و قوانینی که شورای عالی انتخابات در این زمینه تعریف کرده و از روز پنجشنبه به اجرا در اومده. یکی ممنوعیت انجام هر گونه نظرسنجی پیرامون نامزدها و انتخابات ریاست جمهوری و انتشار اون در رسانه‌های دیداری و شنیداری و فضای مجازی هستش. همینطور ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی جهت تبلیغات و منع ماموران و کارمندان دولت از انجام فعالیت‌های تبلیغاتی. این مرحله از رأی‌گیری مختص شهروندان ترک مقیم دیگر کشورها هستش و اونطور که گفتیم تا روز 3 آگوست ادامه داره. از هفته پیش هم که کار رأی‌گیری در پایانه‌های مرزی و گمرکات و فرودگاه‌ها برای شهروندان ترکی که به خارج از کشور رفت آمد دارن آغاز شده و روز 10 آگوست هم مصادف با 19 مرداد ماه نهایتاً انتخابات ریاست جمهوری در داخل کشور به صورت فراگیر برگزار خواهد شد. آقای رجب طیب اردوغان کاندیدای حزب حاکم، آقای اکمل الدین احسان اغلو نامزد احزاب رقیب و مخالف دولت و آقای صلاح الدین دمیرتاش نماینده کردتبار و مورد حمایت حزب دموکراتیک خلق‌ها، سه کاندیدای ریاست جمهوری ترکیه در این دوره از انتخابات هستند. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا تایید کرد برخی از کارکنانش اوایل سال جاری از کامپیوترهای کمیته اطلاعاتی سنای این کشور جاسوسی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دین بوید سخنگوی سیا گفته است رئیس سازمان سیا یک هیئت را مأمور رسیدگی به موضوع جاسوسی کارکنانش و تنبیه آنها در صورت نیاز کرده است. وزارت دادگستری هنوز از باز کردن پرونده علیه این افراد خودداری کرده است. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی بدهی دولت را 250 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت 67 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک هاست. پیش از این محمود احمدی نژاد ادعا کرده بود که او تمام بدهی دولت را صفر کرده است. یک روز پس از آنکه وزیر صنعت از دولت احمدی نژاد انتقاد کرد، وزیر اقتصاد هم گفت که دولت روحانی وارث بدهی‌های کلانی شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی بدهی دولت را 250 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت 67 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک هاست. طیب نیا در سخنانی در چهارمین نشست فوتا یا فرصت تاریخی انقلاب که در شهر اصفهان برگزار شد به انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد پرداخت که به گفته او حاصل آن تجربه رشد منفی اقتصاد در 2 سال پیاپی و تورم 45% بوده است. علی طیب نیا افزود البته هیچ نهاد و یا اداره دولتی از میزان بدهی‌های دولت با خبر نیست، که این موضوع نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی منسجمی در این زمینه وجود ندارد. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز میزان بدهی دولت به بانک‌ها، بخش‌های خصوصی و پیمانکاران را بیش از 180 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. آقای روحانی در توضیح مشکلاتی که دولت او با آن مواجه است، به بدهی های کلانی اشاره کرد که از دولت گذشته به آن انتقال شده است. وی گفته بود وقتی حجم بدهی های دولت گذشته به بانک ها و بخش های خصوصی و پیمانکاران بر اساس بررسی های مجلس شورای اسلامی بیش از 180 هزار میلیارد تومان است، باید برای همراهی با دولت در حل مشکلات پیشگام بود و زمینه‌های حل مشکلات را در حد مقدور فراهم کرد. پیش از این محمود احمدی نژاد در یکی از آخرین گفتگوهای خود با تلویزیون دولتی ایران ادعا کرده بود که او تمام بدهی تاریخی دولت را صفر کرده است. به گفته او کشور بدهی خارجی دارد و مردم نیز به بانک‌ها بدهی دارند، اما دولت و بانک‌های دولتی بدهی ندارند.
اما آمارهایی که بعد از احمدی نژاد منتشر شد در تضاد با ادعاهای او بود. چنانچه همان زمان نیز برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی او را به عددسازی و شعبده‌بازی با ارقام متهم ساختند، به ویژه در رابطه با مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی که 74 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی را صفر اعلام می کرد. علی طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود هم با اشاره به رشد اقتصادی ایران گفت: نرخ رشد اقتصادی کشور طی دو سال گذشته منفی بوده و این رقم در سال 92 به منفی 2.5% رسیده و در مجموع میزان تولیدات کشور 10% کاهش داشته است. در این مدت درآمد ملی هم با 20% کاهش روبرو بوده است. بانک مرکزی ایران در تیر ماه امسال اعلام کرد که رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال گذشته بدون محاسبه نفت منفی 4.2% و با احتساب نفت منفی 3.3% بوده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تحریم نفتی موجب شد نتوانیم نفت خود را صادر کنیم و در سال 91 با 35% کاهش تولیدات نفت روبرو بودیم. در شش ماهی اول سال 92 نیز 10% از میزان تولیدات نفت کشور کاسته شد. تحریم های نفتی غرب علیه جمهوری اسلامی از 11 تیر ماه سال 91 یا اول ژوئیه 2012 آغاز شد. جمهوری اسلامی در سال 2011 روزانه 2,200,000 بشکه صادرات نفت خام و 300,000 بشکه صادرات بیانات گازی داشت. این در حالی است که بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی این رقم در سال 2013 مجموعاً به 1,070,000 بشکه افت کرد. جمهوری اسلامی در تلاش است تا با پایان دادن به تحریم‌های بین‌المللی که در واکنش به ابعاد بحث برانگیز برنامه اتمی آن اجرا شدند بتواند تولید و صادرات نفتی خود را افزایش دهد. نعمت الله منوچهری نماینده مجلس میگوید بانک ها مردم را با مشکلات زیادی مواجه کرده و بسیاری از واحدهای تولیدی که از بانک ها وام دریافت کردند ورشکست شدند. وی تصریح کرده نرخ بهره های بانکی 18-24% اقساط سنگین، مهلت کوتاه بازپرداخت و ضمانت های سنگین مشکلات فراوانی را برای افرادی که وام دریافت کردند ایجاد کرده است. به گفته آقای منوچهری، بسیاری از افرادی که با استفاده از وام‌های بانکی طرح‌های تولیدی مانند مرغداری، گاوداری و طرح‌های کشاورزی ایجاد کردند، به دلیل فشاری که بانک‌ها وارد می‌کنند ورشکسته شدند و بازه اقتصادی ندارند. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت جمهوری اسلامی ضمن انتقاد از واردات بی‌رویه، نرخ رشد صنعت در دولت محمود احمدی نژاد را منفی 12% اعلام کرد و خبر داد که نرخ رشد اقتصادی ایران از منفی 5.8% به منفی 2.2% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای نعمت‌زاده گفت در دولت قبل نرخ رشد اقتصادی منفی 5.8% بود. این رقم در دولت تدبیر و امید ابتدا به منهای 6% و اکنون به منهای 2.2% رسیده است. وی رشد منهای 12% برای صنعت، رکود یا توقف 50% واحدهای صنعتی و وجود 10,000 طرح نیمه تمام را از ویژگی‌های وضعیت اقتصادی دولت گذشته خواند. بانک مرکزی ایران در تیر ماه امسال اعلام کرد که رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال گذشته بدون محاسبه نفت منفی 4.2% و با احتساب نفت منفی 3.3% بوده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت از واردات بیرویه برخی کالاهای اساسی انتقاد کرد و خبر داد که در سال گذشته 2.1 میلیارد دلار به واردات برنج و 1.6 میلیارد دلار به واردات انواع روغن اختصاص یافته است. آقای نعمت‌زاده گفت در مقطعی از زمان 2.5 میلیون تن شکر وارد کشور شد و کارخانه های شکر ما دچار رکود شدند.
در حالی که می توانستیم از ارزی که صرف واردات شد برای خروج واحدهای تولیدی از رکود استفاده کنیم. انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر پارسال اعلام کرد که ایران در سال 1391 در بین 3 وارد کننده عمده شکر دنیا قرار گرفته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت اکنون برخی صادر کنندگان ما کالای خود را با برند غیر ایرانی صادر می کنند تا کالایشان به فروش برسد و این نتیجه بی تدبیری در داخل کشور و شرایط تحریم های بین المللی است. به گفته آقای نعمت‌زاده از اواخر سال 89 شرایط تحریم، رکود اقتصادی و تهدید بانک‌های ایران را تحت شعاع قرار داده و مشکلاتی در پرداخت تسهیلات به صنعتگران به وجود آورده است. وی با تأکید بر ضرورت فعال شدن بیمه‌های صادراتی کشورهایی مانند کره، چین و ژاپن افزود رویه گذشته مبنی بر اینکه پولی در اختیار کشوری دیگر گذاشته و در مقابل تجهیزات اخذ شود باید از طریق فعال کردن بیمه‌های صادراتی اصلاح شود. در سالهای گذشته برخی کشورها از جمله چین با ایران توافق کرده بودند که در ازای خرید نفت به ایران کالا صادر و یا پروژه های ایران را فاینانس کنند. چین تا آبان پارسال 30 میلیارد دلار به ایران بدهکار بوده و از آن زمان تا کنون ایران روزانه حدود 600 هزار بشک نفت به این کشور صادر کرده است. آقای نعمت‌زاده همچنین از ارائه لایحه حمایت از تولید به مجلس و بازنگری عمده در قوانین مربوط به واردات و صادرات خبر داد. وی با اشاره به همکاری این وزارتخانه برای اجرای طرح‌های تحقیق و تفحص مجلس گفت که برخی از نمایندگان نسبت به فعالیت‌های دولت کم لطفی می‌کنند، اما دولت راه تعامل با مجلس و برطرف شدن مشکل را در پیش گرفته است. برخی از نمایندگان مجلس ایران در ماه‌های گذشته آقای نعمت‌زاده را به استیضاح تهدید کرده بودند و این نمایندگان ناکارآمدی وزارت صنعت و معدن و تجارت، افزایش قیمت کالاهای اساسی و واردات بیرویه کالاهای لوکس و خودروهای گران قیمت، تعطیلی واحدهای تولیدی، عدم برنامه مناسب برای نجات صنعت کشور، حمایت نکردن از تولید داخلی، به کارگیری مدیران بازنشسته، حذف مدیران با تجربه، عدم آغاز عملیات اجرایی مناطق ویژه اقتصادی، نابسامانی مدیریتی و عدم استفاده از نخبگان را به عنوان دلایل خود برای استیضاح وزیر صنعت و معدن و تجارت اعلام کرده بودند. داوید اوشانو، طراح، نقاش، معمار برجسته آشوری، 4 مرداد ماه 93 در تهران درگذشت. وی متولد 1308 در شهر کرمانشاه و فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبا بود. فعالیت‌های آقای اوشانو در دهه 40 و اوایل دهه 50 بر جریانات معماری آن روز تاثیرگذار بود. از وی آثار بسیاری در زمینه معماری مسکونی بر جای مانده است. از جمله افتخارات او در زمینه موسیقی میتوان به انتخابش برای سرپرستی برنامه‌های موسیقی رادیوی خانه فرهنگ فرانسه در سال 1330 و همچنین فعالیت در ارکستر جاز رادیو تهران در سال 1332 و همچنین اجرای کنسرت‌های متعدد آشوری اشاره کرد. با این خبر به پایان این مجموعه خبری میرسیم. ممنونم که با ما همراه بودید. شب و روز شما خوش.